অত <laughs> অহাগt <laughs> خدا سلام شاگردای خوب صنف هشتم وقتتان بخیر حالتان چطور امیدوار که حال همه شما عزیزان خوب باشه امروز پنجمین جلسه از مضمون بیولوژی را ما و شما داریم در ابتدا یک ارزیابی داشته باشیم از درس گذشته و مهمترین نکات درس گذشته را با یکدیگر مرور کنیم سوال اول بکتری ها در چه جاهایی زندگی میکنند. کنند؟ من شنیدم یکی از شما به خوبی را جواب داد در همه جا باکتری دیده می شود. در آب، خاک، هوا، حتی بدن موجودات زنده مثل انسان سوال دوم انواع بکتری ها از نظر شکل به چند دسته تقسیم می شود؟ بازم آفرین ما شکل بکتری ها را به شکلهای کروی به شکلهای میلهی به شکلهای فنری و مانند میبینیم سوال سوم عامل مرض کلورا چیست و به کدام دسته تعلق دارد بازم درست گفتین عامل مرض کلورا ویبریو هست و این بکتری ها به صورت مانندند شکل از اونا. سوال چهارم چند مرض بکتریایی در انسان نام بگیریم سوال پنجم آیا تمام بکتری ها هستند چرا؟ اما در جلسه امروز ما و شما میخوایم ببینیم در دنیای به این بزرگی که موجودات بسیار فراوانی زندگی می کنند قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجودات چه موجوداتی بودند موجوداتی به نام پروتستا قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجود زنده هستند پس این نکته فراموش نکنید که هم قدیمی ترین و هم ابتدایی ترین هستند پروتستا جاندارانی که در این گروه تعلق داره یوکاریوت هسته یوکاریوت ها قشای هسته آنها قشای مشخصی را داشتن آنهایی که هسته قشای مشخص ندارن پروکاریوت یاد میشه جانداران پروتستا بیشتر تک حجروی هسته اما چندین حجروی را هم ما در گروه بینیم. کمی پیشتر بریم با الژیه ها که آشنا بشیم با فنجیه ها که آشنا بشیم میبینیم اونا چندین حجروی هست اما جانداران تک هم این گروه به خودش داره اندام حرکتی که پروتستا داره سیلیا و فلاجیلا نام داره حالا ما برای شما باز در پای تخته میکشم سیلیا و فلاجیلا را که با یک مقایسه کنین و اونها را به راحتی تشخیص بدین قبل از او فراموش نکنین پروتستا جانداران بسیار زیادی در یک گروپ قرار میگیره که بعضی از این جانداراب، جانداران مشابه حیوانات ها و بعضی از اینا مشابه نباتات است او پروتستایی که مشابه حیوانات هست پروتوزوا نام داره و او جاندارانی که مشابه نباتات هسته الجی ها نام داره در تصویر دو نوع پروتستای تک رو را میبینین اولیش آمیب هسته که باز پیشتر که بریم با ای بیشتر آشنا میشیم و پایینی از این یوگلنا هسته که این یوگلنا را حالا باید کم کم خوب تشخیص بدیم چون در جلسات گذشته هم تصویری از این یوگلنا را برای شما آورده بودیم و تا حدودی با او آشنا هستید اندام حرکتی جانداران پروتستا متفاوت هسته بعضی از اونها یک اندام برای حرکت داره و بعضی از اونها چندین اندام برای حرکت کردنشان داره حالا ما و شما میخواییم فرق بین سیلیا و فلاجیلا را ببینیم اگر یک موجودی پروتستایی دور تا دور خودش موجک ریز زیادی داشته باشه ایره بهش میگن سیلیا سیلیا همو موژک هسته حتی گاهی وقتا ایره مویک هم میخوانیم پس او پروتستایی که دور تا دور حجره یک زایده ها یا ساختارای کوچکی داره که از این ساختارا برای حرکت کردن یا حرکت دادن آب در اطراف خودشان استفاده میکنه به او ساختار به هر کدام از اینها سیلیا گفته میشه اما گاهی وقتا یک تکوج روی را شما میبینید که در گروه پروتستا قرار گرفته حالا یک دانه شلاق یا قمچی که با اونام علمی فلاجیلا یاد میشه دارن گاهی وقتا هم چند تا دارن پس هر کدام از اینا فلا جیلا قمچی یا شلاق هر سه تا عنوان در کتاب شما به کار برده پس را خوب باید بشناسید یک مقایسه دیگه ما برای شما بگم که فراموش نکنیم فلاجیلا تعدادش کم ولی دراز هست ولی سیل یا تعدادش زیاد هسته ولی اندازش خورد هسته پس یه هم فرق دیگه ای که ما هیچ وقت فلاجیلا و سیلیا را با یک دیگر اشتباه نکنیم فلاجیلا تعداد کم ولی اندازه بزرگ درازه که برای حرکت استفاده میشه و یا تعداد زیاد اما اندازه کم هسته که برای حرکت دادن مایعات من جمله آب در اطراف ازی موجودات ازش استفاده میکنن ما و شما گفتیم که پروتستا قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجودات زنده هسته حالا امروز انواع پروتستای جانور مانند خود شاخه پروتستای جانور جانور مانن پروتوزوا نام داره پس اگر در امتحان بیاید پروتوزوا چیست شما باید بگین پروتوزوا همون پروتستاهایی هستند که مشابه حیواناتن اما پروتستایی که مشابه نباتات هسته الجی نام داره که ما امروز هیچ ای به اونا نمی‌کنیم اونا را در جلسه بعدی می‌خونیم پروسست های جانور به چهار گروپ تقسیم میشه که به شکل و رنگ مختلف ما برای شما ایره آوردم گروه اول سارکودینا فلاجیلاتا سیلیاتا و اسپروزوا هست پس این گروه ها گروه اول سارکودینا نام داره گروه دوم فلاجیلاتا گروپ سوم سیلیاتا و گروه چهارم اسپروزوا حالا امروز ما و شما همین چهار چهار کلاس می میخوانیم و با این جانداران آشنا میشیم ما و شما تا به جلسه امروز که جلسه پنجم هسته آمیب و یوگلنا را زیاد دیدیم و شکل از اونا رو ما و شما حالا دیگه میشناسیم جاندارانی من جمله آمیب متعلق به بزی گروپ هسته آمیب ها یک جاندارانی تکهجروی هسته در واقع پروتستای جانور مانندن اینا برای حرکت خودشان چی دارن؟ همونطور که در تصویر میبینین اینا برای حرکت خودشون نه فلاجیلا داره و نه سیلیا داره پس اینا چطور حرکت میکنه؟ قدری فکر کنین؟ قبلا به این نکته اشاره کردم و مافرین آمیب یک جانداری هست که دارای پاهای کاذب هسته هر طرفی که بخواد حرکت بکنه سایت و های حجروی به همون سمت کشیده میشه و آمیب خود به او سمت میکشه پس برای حرکت کردن خودش از پاهای کاذب استفاده میکنه آمیب ها هم به صورت آزاد زندگی میکنه و هم به صورت پرازیت یک نوع پرازیت ازید در داخل روده انسان هسته که انشاءالله شما این مرضا را تجربه نکرده باشید اما بدانید که گاهی وقتا بعضی ها مبتلا به اسهال و پیچش های خونی شدید هسته دلدرد های بسیار شدیدی که همراه با خون مواد قایته همراه خون دفع میشه عامل از اینا یک نوع آمیبی به نام انتا آمیبا هیستولا تیکایه. نامش قدری سخته میدونم اما جالب است شما انشالله در آینده از این کلمات علمی زیاد یاد خواهید گرفت پس اگر در امتحان برای شما بیاید که این تا هیستولاتیکا متعلق به کدام گروه از موجودات هست میگیم که اینها متعلق به سارکودینا هستند. سارکودینا چی بود؟ همو پروتستای جانور مانند بود. حالا ما با شما یک جاندار هم از این خانواده پروتوزوا میخوانیم تحت عنوان جانداران فلاجیلاتا. ببینیم این جانداران فلاجیلاتا چی هسته؟ چی ویژگی هایی داره؟ و در کجاها زندگی میکنه فلاجیلاتا همونطور که حالا دیگه شما ای خوب تشخیص میدین از نامش معلومه اینا برای حرکت خودشون فلاجیلا داره قمچی یا شلاق داره بعضی از اونا مانند یگولنا که در تصویر آبرنگ شما میبینین یک دانه برای حرکت کردن داره فلاجیلا یا قمچی و بعضی از اونا مانند جاردیا که در بالای یگولنا میبینین چندین فلاژیلا یا قمچی برای حرکت کردن داره این جانداران مخصوصا یوگلنا در آبهای شیرین زندگی میکنه یعنی ما یوگلنا را در آبهای شور دریا نمی بینیم. اما جاردیا در کجا هسته؟ این جاردیا یک جانداری هسته که برای ما و شما خدا اینا خواسته نراحتی هایی را ایجاد میکنه این هم مشابه انتماباهی بود انتامو با هیستولیتیکا از خانه از خانواده آمیب های سارکودینا بودن ای جاردیا که عامل اسهال و پیچش خونی هسته چون اندام حرکتش فلا هسته متعلق به گروه فلا هست پس تا اینجا ما دونو پروتستا را یاد گرفتیم دونو پروتوزوا را یاد گرفتیم که در بدن انسان ها ایجاد اسهال و پیچش خونی میکرد یکی انتا مباهیستولیتیکا و یکی هم جاردیا ای دوتا مورد حتما به خاطر بسپارید که در سالهای بعد با اینها زیاد سر و کار دارید و جزو سوالات کنکور هم بوده خب خسته که نشدین حتما خسته نشدین و با تمام هوش و تمام حواس خودتان مطلبایی را که من میگم دنبال میکنین گروپ سوم سیلیاتا جاندارانی که متعلق به گروپ سیلیاتا هسته همونطور که از نام از اینا معلومه برای حرکت کردن از موژک مویک یا سیلیا استفاده میکنن این جانداری را که در تصویر میبینین پارامشیم نام داره پارامشیم ها برای انسان ها زیاد دردسرساز نیستند موجودات بیازاری هستند چون که ساختار حرکتیشون سیلیا هست یا موجک هست اینا به عنوان سیلیاتا هم یاد میشه در آبهای ایستاده زیادن آبهای روان یعنی در جویها در رودها و دریاها کمتر مشاهده میشه هر جایی که یک آب یک جایی ایستاده باشه ما در اونجی انتظار داریم که جانداران سیلیاتا من جمله پارامشیم ببینیم ای هم از شکل و تصویر پارامیشیم گروه چهارم از پروتوزواهای جانور مانند اما این اسپروزوا و شاگردای خوب من خوب با دقت گوش کنید بسیار برای ما و شما درد سرساز است و ما و ما را به یک مرض خطرناک به نام مالاریا دچار میکنه اسپروزوا گروهی هستند که اینا اندام حرکتی ندارن یعنی چی؟ یعنی اینا نه پای کاذب دارن نه سیلیا دارن و نه فلاجیلا پس چیکونه اینا برای ما درد سر ایجاد میکنه؟ پس یک موجود دیگه باید از این مابین باشه که اینا را انتقال بده چون خود از اینا که اندام حرکتی نداره از این گروه اسپروزوا یک نمونه که امروز میخوانیم پلازمودیم نام داره پلازمودیم ها عامل بیماری مالاریا در انسان هستند اما خود از اینا از کجا آمده؟ اینا که اندام حرکتی نداره چگونه اینا خود به ما میرسانه؟ ای وسط یک پشه ای هست به نام پشه آنافیل که تصویر عکس از می میبینید این پشه ها البته جنس معنیسی از اینا ناقل پلازمودیم هسته پلازمودیم ها عامل مرض مالاریا هست چه کسی مبتلا به مرض مالاریا میشه ما و شما که تشخیص قطعی نمیدیم این کار یک دکتر صاحبای محترم هسته اما علائمش میشناسیم شاید دیده باشید که بعضی از افراد هسته او کسایی که بعدها بعد از که به دکتر صاحبا مراجعه میکنه ما میفهمیم مالاریا داشته یاد علائم از اونها میافتیم هر دو, روز دو, دو, شبانه روز یا هر سه شبانه روز یک دفعه اینا را تب لرز بسیار شدید میگیره ای از مشخصه و علائم بسیار کلیدی و مهم مرض مالاریا هسته ای پلازمودیم از کجا می به وسیله چی می آیه؟ در بدن ما کجا میره و چی میکنه را؟ حالا ما برای شما توضیح میدیم پلازمودیم که عامل بیماری مالاریا هسته یا در بدن انسان وارد میشه یا در بدن همو پشه مؤنث آنافیل بعد از اینکه که پلازمودیوم با نیش زدن پشه وارد بدن انسان ها شد این خود به کبد یا جگر میرسانه اما در جگر یا کبد چه اتفاقی رخ میده ما چندین نوع پلازمودیم داریم آیا همه از این پلازمودیم ها ما را به بیماری مالاریا دچار میکنه یا نه باید این چند نوع پلازمودیم رو با یکدیگر بشناسیم چهار نوع پلازمودیم داریم گروپ اول پلازمودیمش ویواکس نام داره گروپ دوم پلازمودیم اوالی نام داره گروپ سوم پلازمودیم فالسیپاروم نام داره و گروپ چهارم پلازمودیم مالاریه حالا سخت نیست شاگردا شاید شما فکر کنید یاد گرفتن این نامه خیلی سخته اما ما و شما میخوایم بیولوژی بخوانیم انشالله در آینده یک دکتر صاحب خوب شویم یا یک معلم بیولوژی خوب شویم که این موجودات به خوبی بشناسیم و به شاگردای خود ما هم به خوبی انتقال بدیم کار تشخیص از این پلازمودیم ها کار ما و شما نیستم کار از اینا به دوش لابراتوارا هسته وقتی که کسی علائمی مشابه مالاریا داره یعنی هر 48 ساعت یا هر دو ساعت یک تب لرز شدید میکنه دکتر صاحبا این افراد به لابراتوار ارجاع میده در لابراتوار یک معاینه خون از اونا میگیره کرویات خون از اونا را رنگ میکنن رنگ آمیزی میکنه و یک اسلاید تهیه میکنه و به زیر ماکروسکوپ نگاه میکنه و اونا هسته که نوعی از اینها تشخیص میده اما یک کمی بدانیم بد نیسته که ما و شما حدودا بتنیم تشخیص بدیم که کدام پلازمودی وارد بدن یک موجود زنده یا من جمله مثلا انسان شده از روی تب از روی تب و لرز، اگر هر 48 ساعت یعنی هر دو شبانه روز این فرد تب و لرز شدید گرفت میفهمیم که پلازمودیمش از نوع ویوکس و اوالیه و اگر ای تبولرزش هیچ نظم مرتبی نداره هر از چندگاهی تبولرز شدید میگیره با چند ساعتیش تبولرز نداره باز دوباره تبولرز میگیره ما هیچ نظمی رد از این تبولرز نمیبینیم ای پلازمودیمش حدس میزنیم شاید فالسیپاروم باشه و اگر هر هفتاد دو ساعت یعنی هر سه شبانه روز یک دفعه ایر تبولرز شدید میگیره ای پلازمودیمش پلازمودیم مالاریا نام داره اما تشخیص قطعی از اینا کار ما و شما نیست تشخیص از اینا کاری کی بود؟ کار لابراتوارهای بود خب پلازمودیم از طریق پشه معنیس آنافیل وارد بدن شد گفتیم خود به کجا میرسانه؟ خود به داخل کبد یا جگر میرسانه حالا انواعش هم شناختیم از روی تب از اونام تشخیص میدیم تا حدودی که کدام یک از این پلازمودیم ها هستند اما در یا جگر ما چی میکنن؟ پشه آنافیل همون تو که در تصویر دوران حیات یا چرخه حیات یک پلازمودیم برای شما نشان میدیم پشه آنافیل ناقل اول است چون که این پشه پلازمودی ها را قبلا یک فرد بیمار دیگر را نیش زده این پلازمودی ها وارد بدنی شده در بدن امی در قدرت لعابیه همی پشه زمانی که یک انسان سالم نش میزنه پلازمودیم ها را وارد بدن از او میکنه پلازمودیم ها خود به کبد میرسانه یا جگر اونجی شروع میکنه به تکثیر شدن در کبد یا جگر انسان تکثیر غیر جنسی داره شروع میکنه به تقسیم شدن اونقدر تقسیم میشه به تعداد خیلی زیادی از اینا و خود وارد خون میکنه و در خون به کرویات سرخ میره ما در خون کرویات سفید هم داریم صفحات دمویه دا را هم داریم اما میزبان یا جایی را که ای پلازمودیم ها اونجا خود میرسانه همو کرویات سرخ خونه. در کرویات سرخ خون اونقدر تقسیم, تقسیم میشه تقسیم میشه تقسیم میشه تا ای کرویات سرخ خون ما پاره شود پاره شدن همزمان کرویات سرخ همو تبی بود تب و لرز شدیدی بود که یه فرد بیمار نشان میده یعنی زمانی که او تب شدید میکنه همو زمانی است که کرویات سرخ پاره میشه یا <تصفح> هشت ساعته یا هفتاد 72 ساعته یا هیچ نظمی هم نداشته فلسیپاروم ها حالا این پلازمودیم ها یا گامت ها یعنی حجره های از حجره های جنسی از پلازمودیم در دا داخل خون فرد بیمار هسته اگر یک پشه دیگه بیاید این انسان بیمار را نیش بزنه پلازمودیم ها در بدن این پشه وارد میشه و خود به قدرت لعابیه از او میرسانه پس دوباره همی دوران یا چرخه تکرار میشه باز اگر فرد سالم نشزد زد ها خود به کبد یا جگرش میرسانه اونجا تکثیر میشه وارد خون میشه و کرویات سرخ خونه پاره میکنه که باز تب و لرز و شدید را فرد بیمار از خودش نشان میده اما شاگردای خوب اگر یک خانومی در دوران بارداری یا دوران حاملگی خود مبتلا به مرض مالاریا شود چه اتفاقی می افتد؟ آیا جنین او هم مبتلا میشه یا نه؟ بله می تانیم بگیم که پلازمودیم ها جاندارانی هستند که خود از داخل بند ناف عبور میده و به جنین میرسانه و جنین هم مبتلا به مرض مالاریا میکنه اما خطرات دیگر از او غیر از مبتلا به مالاریا شدن بماند در مبحث درس ما نیازی نیست انشاءالله در سالهای بعد خود شما با این موضوع آشنا میشید خب شاگردای خوبم امیدوارم که از درس امروز لذت برده باشید چیزهای خوب و جدید را یاد گرفته باشید اگر کدام جایی سوال چیزی برای شما پیش آمد از طریق شماره واتساب 20964 780 255 4013 با ما به تماس شوید انشالله که تا جلسه بعدی درس خوب درستان خوب مطالعه کنید همه شما عزیزان به خدای بزرگ و یکتا می خداوند یار و نگهدار شما